سلام دوستان عزیزم، امروز میخوام براتون چلو ماهیچه مراکشی درست کنم. خیلی خوشمزه است. ماهیچه گوسفند 1 کیلو، انار 1 عدد بزرگ، لیمو 1 عدد، گوجه 2 عدد، پیاز 3 عدد متوسط، سیر 3 حبه، پودر تخم گشنیز مخلوط از زیره 1 قاشق غذاخوری، زنجبیل، زردچوبه، فلفل سیاه، پاپریکا، از هر کدوم 1 قاشق چای خوری. ترک زردآلو 5 عدد، آلو خشک 30 گرم، روغن زیتون 3 قاشق غذاخوری، رب گوجه 2 قاشق غذاخوری، شیره خرما 1 قاشق غذاخوری، زعفران دم شده 2 قاشق غذاخوری، کره 40 گرم، نمک 1/2 قاشق غذاخوری. خب 1 قاشق غذاخوری روغن ریختم داخل قابلمه، کره رو بهش اضافه میکنم، با شعله خیلی زیاد میذارم کره آب بشه، یعنی کاملا داغ بشه، و کره که آب شد گوشت رو اضافه میکنم. میذارم یه مقدار گوشت سرخ بشه داخل کره و روغن. میچرخونم که طرف بعدیشم یه مقدار سرخ بشه. بعد از این که یه مقداری گوشت سرخ شد، پیاز رو بهش اضافه میکنم. یک کمی که پیاز تفت خورد، سیر رو بهش اضافه میکنم. بعد از سیر رب گوجه رو بهش اضافه میکنم. ادویه رو اضافه میکنم. یه مقدار که رو تفت خورد، گوجه رو بهش اضافه میکنم. گوجه رو پوستش رو گرفتم و خوردش کردم. حتما پوستش رو بگیرید که نمای خوبی نداره داخل این غذا. حرارت گاز رو دیگه متوسطش میکنم، یعنی
یه مقدار کم میکنم از اون حرارت زیاد. یک پیمانه آب جوشو بهش اضافه میکنم، با حرارت خیلی کم میذارم نیم ساعت با این یک پیمانه آب یه مقداری بپزه. خب بعد از نیم ساعت که گذاشته بودم با حرارت خیلی خیلی کم آروم آروم بپزه، هنوز خیلی آب داره، همون یک پیمانه آبی که بهش اضافه کردم هنوز داره، اینو یه همش میزنم. زعفران دم شده رو بهش اضافه میکنم بعد از نیم ساعت. روغن زیتون رو اضافه میکنم. شیره خرما رو اضافه میکنم، یه قاشق غذاخوری داشتیم. شیره خرما رو به خاطر این اضافه میکنم که مزهشون با هم دیگه بالانس بشن، یعنی ملس بشه مزه همه این مواده که با هم مخلوط کردم. یک پیمانه آب انار تازه رو بهش اضافه میکنم. اگر که آب انار نداشتید آب زرشکم خوب میشه، فقط طبیعی باشه، تازه باشه. و همینطور یک پیمانه دوباره آب جوش رو بهش اضافه میکنم. میذارم یک ساعت کامل آروم آروم بپزه. بعد از یک ساعت برمیگردم در این فاصله یک ساعت، هر یک رو 20 دقیقه بهش سر میزنم و یه همش میزنم. خب دیگه اینم بعد از یک ساعت که در کل تا الان شده یک ساعت و نیم، آلو رو بهش اضافه میکنم و پرک زردآلو رو اضافه میکنم. و همینطور نمک رو اضافه میکنم. آب لیمو رو اضافه میکنم و یه مقدار همش میزنم. نیم ساعت دیگه میذارم با همین شعله کم آروم آروم بپزه و خورشت من کاملا جا بیفته. خب عزیزان ببینید که غذای من چقدر خوب بعد از دو ساعت کامل با شعله خیلی کم به این خوبی جا افتاده. ببینید دیگه آماده است که بکشم داخل ظرف بعد از دو ساعت. دوستان نازنینم، چلو ماهیچه مراکشی آماده شد. امیدوارم که شما هم درست بکنید. اگر تا الان عضو کانال ما نشدید کانال ما رو سابسکرایب کنید و ما رو طبق معمول به دوستانتون معرفی کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.